پادشاهان و شخصیت‌های نظامی از کتاب تاریخ مدارس ایران حذف میشن. فکر کنم خیلیتون این خبر رو خوب یادتون باشه، چون کلی بحث و انتقاد پشت سر خودش داشت. مثلا اینکه چطوری میشه از پادشاهای هخامنشی و اشکانی و کمکی که به تمدن ایران کردن چیزی نگفت. یا اینکه به هم ریختن اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران بعد از حمله مغول رو چطوری میشه توجیه کرد بدون اینکه نامی از چنگیز خان برده بشه. البته این خبر بعداً اینطوری اصلاح شد که شخصیت‌های مذهبی، هنرمندان و البته دانشمندان خیلی توی تاریخ مهمتر هستن تا شاهان و باید به تاریخ بعد از انقلاب و تاریخ معاصر ایران خیلی بیشتر پرداخته بشه تا تاریخ قبل از انقلاب اسلامی. این تغییر دادن کتاب‌های درسی توی ایران خیلی پیش میاد. این موضوع از دید دبیرها چطوریه؟ در از 20 و چند ساله که دبیر تاریخ هستم در مقطع متوسط و هر ساله با شروع سال تحصیلی ما عادت کردیم ما دبیرهای تاریخ که منتظر باشیم ببینیم بالاخره کتاب تاریخی که به دستمون میرسه چه تغییراتی در اون بوده. حتی دانش آموزا هم هر ساله در آغاز سال تحصیلی گاهی به کنایه به ما میگن که خانم صبر کنیم ببینیم کتاب وسط سال عوض میشه یا نه. فکر میکنین دلیل این همه تغییر دادن ها چی باشه؟ اتفاقات سیاسی که در جامعه رخ میده باعث میشه که مؤلفین به فکر این بیفتن که شاید اگر تاریخ رو تغییر بدیم و دانش آموزان ما یک چیزایی رو بفهمن یک چیزایی رو نفهمن به نفع جامعه. یعنی همیشه اینجوری هست و سایه این به اصطلاح سیاست زدگی بر روی تاریخ معاصر متاسفانه باعث شده که درس تاریخ به صورتی در بیاد که بچه‌ها همواره با اکراه بهش نگاه بکنن. یه توضیحی که برای این موضوع دادن این بوده که نقش پادشاهان رو بهتر کمرنگ کنن و بیشتر به بزرگان علم و هنر توی تاریخ بپردازن. نظر شما در این مورد چیه؟ مگر ما میتونیم دانشمندانمون رو زندگیشون رو جدا کنیم از زندگی که با سران حکومت ها یا پادشاهان گره خورده؟ شما ماجرای زندگی مثلا فردوسی رو میخواییم بیان کنیم، نام سلطان محمود غزنوی در کنارش میاد و حتی ما میتونیم در تاریخ نمونه های زیادی رو بیاریم که هر وقت پادشاهی از دانشمندی، شاعری و یا پزشکی و یا هر نوع فیلسوفی حمایت کرده باعث شده که اون مملکت رونق بیشتری از لحاظ علمی داشته باشه. اما این موضوع تنها در مورد تاریخ ایران نبوده. تقریبا همه کشورها در تاریخ خودشون دوره‌هایی دارن که با نظام حاکم اونها همسو نیست. بریتانیا جز معدود کشورهایی که دموکراسیش حاصل هیچ انقلاب خونینی نیست. اما همین بریتانیا هم در تاریخش افرادی داشته که در مقابل حاکمان این کشور ایستادن. بله، مثل رابین هود. البته من مثال دیگه ای تو ذهنم بود، الیور کرامول که در قرن 17 میلادی باعث برکناری چارلز اول پادشاه انگلستان شد و برای یه مدت توی کشور حکومت جمهوری تشکیل داد. اما همونطور که میبینید مجسمه شده پارلمان انگلستان هست و پسهای زیادی از کتاب تاریخ مدارس انگلیس رو به خودش اختصاص داده. اما آیا کل اروپا اینطور به تاریخ نگاری پرداخته؟ مثال جالب دیگه میتونه تاریخ آلمان باشه که وقایع و فراز و نشیب‌های تاریخش کم نیستن. موضوع این 12 سال سلطه فاشیسم در دوران بعد از جنگ توی هر دو بخش آلمان مهم بود، هم توی شرق و هم توی غرب. در شرق حکومتی که 1949 روی کار اومد خودش رو در ادامه سنت مبارزه ضد فاشیستی توی آلمان میدید و خودش هم موظف میدید که بچه‌ها رو، یعنی دانش آموزایی که توی اون سیستم توی مدرسه تعلیم میبینن رو جوری تعلیم بده که نگاه خاصی داشته باشن نسبت به اون دوره 1933 تا 45. توی تاریخ نگاری رسمی آلمان شرقی تکیه زیادی میشد روی مقاومت ضد فاشیستی و به خصوص نقش چپا، یعنی سندیکالیستا، سوسیال دموکراتا و کمونیستا عمده میشد.
در این حال مثلا کتاب‌های درسی آلمان شرقی از کاربرد کلمه هولوکاست اجتناب می‌کردن. استدلالشون هم این بود که می‌گفتن هولوکاست از لحاظ مذهبی این موضوع رو محدود می‌کنه به قوم یهود و به همین دلیل از اصطلاح فولک مورد یعنی نسل کشی استفاده می‌کردن در این مورد. در آلمان غربی برعکس بود. اولا توی 10 سال یا یکم بیشتر همون دوره اول تاریخ آلمان غربی توی کتاب‌های درسی که نوشته می‌شد صحبتی اصلا از این دوره 1933-45 نبود. بعدم که شروع شد بحث رو محدود می‌کردن به مقاومت علیه هیتلر و نظام فاشیسم، در حالی که مثلا هیچ اثری از چپا و کمونیستا، سوسیال دموکرات‌ها، سندیکالیستا، اینایی که اونور روی نقششون تاکید می‌شد نبود. اما بعد از یکی شدن آلمان غربی و شرقی تاریخ نگاری چطور بود؟ موضوع اصلا تاریخ نگاری آلمان شرقی، جمهوری دموکراتیک آلمان، الان یه بخشی شده از برنامه آموزشی مدارس توی آلمان، هم توی شرق و هم توی غرب. و همطور که میدونید یه ضرب المثلی هست که میگن همیشه فاتح تاریخو مینویسه. بنابراین تاریخ آلمان شرقی رو فاتحین غربی دارن مینویسن. مثلا ساختن دیوار رو باز به عنوان یه نقطه عطف تو تاریخ آلمان شرقی بهش نگاه میکنه، در حالی که مثلا توی آلمان شرقی تو تاریخ نگاری رسمیشون اصلا عمدش نمیکردن، این موضوع خاصی نبود. آیا بهتر نیست که نقاط سیاه یک تاریخ رو برای دانش آموز نگفت؟ تاریخ رو بعد اون چیزی که اتفاق افتاده، یعنی واقع نگاری بشه. ما اگر میخوایم به شعور افراد احترام بگذاریم، باید بذاریم خودش خوب رو از بعد تشخیص بده. ما حق نداریم به جای دیگران تصمیم بگیریم که تو اینگونه فکر کن، تو اینگونه فکر نکن. نگرش ایدئولوژیک توی تاریخ نگاری اجتناب ناپذیره، به خاطر اینکه تفکر آدم همیشه تحت تاثیر پیش‌داوریه و پیش‌داوری هم یه عنصر مهمش ایدئولوژیک همیشه. این ماجرای بازنویسی کتاب‌های تاریخی و حذف مثلا تم پادشاهی از تاریخ ایران، البته آدمو یاد تاریخ نگاری ایدئولوژیک میندازه توی غرب و مثلا توی آلمان، ولی به صورت خیلی ناشیانه‌تر و سطحی‌تر، یعنی یه جوری میشه گفت مثلا تکرار تاریخ به صورت کاریکاتوره. این نظام آموزشی مثلا توی آلمان اصلش بر فهمیدنه، یعنی به دانش آموزا تفکر انتقادی رو یاد میدن و بهشون یاد میدن که بخونن، سنتز کنن و برای خودشون نتیجه گیری بکنن. توی نظام آموزشی ایران اصل بر دونستنه، یعنی تفکر رو اصلا نمیخوان از دانش آموز، بلکه میخوان یه چیزایی رو، یه فاکتایی رو که بهشون به صورت دستچین شده ارائه میشه رو حفظ کنن و پس بدن. و نسل‌های بعدی تاریخ امروز رو چطور میآموزن؟ آیا تاریخ رو خود تاریخ مینویسه یا پیروزمندان تاریخ؟